تازه از روستای تودنک ولسوالی بالابلوک فرا که از چند روز بدین سو گواه نبردهاست بیرون شده بودند. اما تلاششان برای یافتن بخش امن به جایی نرسید و سرانجام به این وضع گرفتار شدند. پیش داس و چې د ادریس اندرو کې ورځ موږ پر کورو باندې هوانونه د دولت د خوا ورزول کېږي باندې افغان دی سی او هر شی پر اسرائیلو باندې اسرائیلو ګرد سره د وحشي مال چې مدلوش ګرد. مسئولان شفاخانه فرا میگویند که بیشتر جان باختگان و زخمیان این رویداد زنان و کودکان هستند. از جمله 22 مجروح 3 مجروح ما وضعیت عمومی خوبی نداره، متبخی جرعات نا بسیار جرعات ستیسته. در امین حال بستگان این باشندگان بالا بلوک که به شفاخانه فرا آمده بودند بر نیاز بررسی چگونگی این رویداد تاکید می‌ورزند. اینا همی تفلا و سیاسرها را از مترا پین میکنه که همی کسایی که به تیارای متوجه شد که اینا طالب نیه، اینا مردم عادیه و اونا به همی حالت به سیاسرها به همی خوردا که شما جنازه از اونا را دیدیم و تصویر کشیدیم و این مردم را بیرامی کشتن به همی حالت رساندن. با این همه نیروهای دولتی هر گونه آسیب رسانیدن را به غیر نظامیان در این عملیاتشان رد میکنند. عملیات نیروهای دولتی برای پاکسازی ولسوالی بالا بلوک از چند روز بدین سو ادامه دارد و در این مدت از نیروی هوایی نیز کار گرفته شده است.